برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با آغاز پیاده روی عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از نقاط مختلف جهان به سمت شهر مقدس کربلا به مناسبت ایام اربعین 1445، دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر ماهانجانگا در کشور ماداگاسکار پیاده روی نمادین با هدف معرفی بزرگترین تجمع دینی جهان برپا کرد. اقدام مذکور در عمل به توصیه های آیت الله العظما شیرازی مبنی بر جهانی سازی شعائر حضرت سید الشهدا علیه السلام مخصوصا پیاده روی اربعین مقدس حسینی انجام شد. در این مراسم ده‌ها تن از جوانان شیعه شرکت کردند و علاوه بر پیاده روی در خیابان های شهر ماهاجانگا، نمایشی از اسارت خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از واقعه عاشورا را نیز به اجرا درآوردند. مرکز فناوری اطلاعات در آستان مطهر علوی اعلام کرد به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام 3130 دوربین مدار بسته در ورودی های حرم علوی و بابها و ورودی های شهر قدیمی برای ارائه خدمات فناوری به زائران حرم امام علی علیه السلام نصب می شود. رئیس این مرکز درباره تلاش فنی این آستان گفت نصب دوربین های جدید برای حفظ ایمنی زائران و تجهیز تیم بررسی و نگهداری و آماده سازی اسکنرهای الکترونیکی و فلزیا و افراد انجام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده حدود 1,000,000 آواره روهینگیا در بنگلادش پس از گذشت 6 سال از جنایات ارتش میانمار علیه آنها با احتمال ضعیفی برای بازگشت سالم به سرزمین هایشان روبرو هستند. این سازمان در گزارش همچنین اعلام کرد شورای امنیت سازمان ملل در امر مسئول دانستن جنرال های میانمار در جنایت های ضد انسانی و نسل کشی علیه این افراد آسیب پذیر موفق نبوده است. گروهی از پژوهشگران در آمریکا دوشنبه 3 مرداد نتایج تحقیقات خود را درباره تأثیر تبلت و تلفن‌های هوشمند بر رشد کودکان نشر کردند. آنان دریافتند که استفاده بیش از 1 ساعت از این وسایل با تأخیر در مهارت‌های ارتباطی، حرکتی و حل مسائل در کودکان رابطه دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، کودکان 1 ساله‌ای که 1 تا 4 ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده می‌کردند، در سن 2 سالگی 3 برابر بیشتر در معرض تأخیر رشد در مهارت‌های ارتباطی و حل مسائل قرار داشتند. کارشناسان می‌گویند راه‌های سالم‌تر از جمله کتاب، مواد رنگ‌آمیزی و اسباب‌بازی می‌تواند جایگزین خوب برای وسایل هوشمند به کودکان باشد.